دوستان سلام امروز میخوایم در مورد روابط دو شاعر تاثیرگذار تو ادبیات معاصرمون صحبت کنیم محمد حسین بهجت تبریزی ملقب به شهریار و هوشنگ ابتهاج ملقب به سایه به گفته ابتهاج تو کتاب پیر پرمیانندیش در سال 1326 27 برای اولین بار با محمد امین ریاهی میرن به تهران کوچه فندا به آدرس شهریار در رو که میزنن شهریار در رو باز میکنه و سایه قسمتی از شعر هزیان دل شهریار رو میخونه و میگه مهمان ناخوانده میپذیری چند باری با ریاهی میره خونه شهریار اوایل فقط شنبه ها میرفته شهریار هم شعری تو وصفش نوشته بود که دل یهودی شده است و شنبه پرست نام چه زود کافر شد بعد هر روز به خونه شهریار میرفته و همدیگر اونجا میدیدن ابتاج میگه هر روز ساعت دو دو نیم بعد از ظهر میرفتم خونه شهریار معمولا خواب بود و کم کم بیدار میشد بیدار هم نمیشد در واقع کورمال کورمال دستش دراز میکرد و اون نگاریش رو پیدا میکرد یک دقیقه یک روب شیره می کشید بعد چشمش باز می شد. می گفت سلام. من جوابشو نمیدادم. نمی دادم. دوباره نیم ساعت یک ساعت شیره می کشید و بعد منشست می میگفت می سلام. می گفتم سلام شهریار جان. از ساعت سه و نیم تا چهار شهریار تازه آدمی زاد می شد. بعد هم مرتب شیره میکشید و تریاک می کشید. و فاصله تریاک کشیدنش هم این بود که یک چایی بخوره، سازی بزنه و یا آوازی بخونه. همینطور دراز کشیده تریاک میکشید. انصافا حتی یک بار به من تعارف نکرد. هرگز. این گفته های هوشنگ ابتهاج تو کتاب پیر پرمیان اندیشه به این پاراگراف هفت خطی دقت کنید ابتهاج سه بار از کلمه تریاک سه بار از کلمه شیره و یک بار هم از کلمه نگاری به معنی وافور استفاده میکنه به نظر شما این همه تاکید ابتهاج بر روی این کلمات نشونه ای چیه این را همه میدونیم که شهریار تریاک مصرف کرده و خودش هم بارها تو شعرخونیا و حتی تو اشعارش این قضیه رو مطرح کرده و از ناراحتی همسرش از اعتیادش به تریاک حتی به خودش کنایه میزده و به خانمش حق میداده در ادامه باز یک پاراگراف و یک هفت خط عجیب از زبانه سایه بشنوین شهریار خیلی لاغر مردنی یک شلوار کشی که ورزشکارها زیر لباس میپوشیدن میپوشید که رنگ این شلوار ظاهرا زمانی سفید بوده اما اون موقع یه رنگ عجیب غریبی داشت یه زیرپیراهن رکابی هم میپوشید و روی اون زیرپیراهن هم یک پلیور بیاستین شتری رنگ میپوشید یکی دو بار هم خاطرم هست که ریشش رو تراشیده بود حالا یا سلمونی رفته بود یا احیانا همون رفته بود هر وقت باهاش می میکردم دو چیز اذیتم میکرد یکی زبری صورتش و یکی هم بوی شنیده تنیاک که وحشتناک بود. بود از دو پاراگرافی که از گفتههای مکتوب شده ابتهاج راجه به شهریار نقل کردیم هر دو پاراگراف خیلی زننده و دور از روابط دوستی بین دو شاعر بوده بیان جزئیات اعتیاد و مصرف مواد مخدر مسخره کردن ظاهر شهریار از همون و سرگونی نرفتنش و دیگه اینکه زبری صورتشو بوی شدید و وحشتناک تریاکش ابتحاج این خاطرات رو تو سال 1391 یعنی تو 85 سالگی خودش به چاپ میرسونه یعنی تقریبا 60 سال بعد از اون روزها خیلی ناراحت کننده و به نوعی ناامید کننده است بیان این خاطرات از زبان موشنگ ابتحاج که از لحاظ شاعری شاعری بسیار توانا و برجسته بوده ولی از دیدگاه انسانی قضاوت رو به شما میسپاریم ابتهاج سالها بدون وقفه هر روز به خونه شهریار میرفته و بیان جزئیات زندگی شاعری که زندگی درویشی و انزوا رو انتخاب کرده کار درستی نیست اون هم اعتیاد و سر و وضع و بهداشت ظاهری آدم ها و به قول سایه بوی وحشتناک تریاکش اگه شهریار زنده و در قید حیات بود شاید جواب مناسبی به او میداد ولی همه از فروتنی شهریار با خبره. اما چیزی که این رفتار ابتهاج رو به بدمنظره تر میکنه اینه که دوران بعد از انقلاب در سال 1362 در جریان دستگیری مرتبطین و طرفداران حزب توده هوشنگ تاج بازداشت و زندانی میشه اما حبسش خیلی طول نمیکشه در حالی که امیدی به آزادی زود هنگامش نداشت یک روز نگهبان بند بهش گفت وسایلتو جمع کن تو آزادی ابتحاج ناباورانه از زندان بدون دادگاهی آزاد میشه و بعدا وقتی علت آزادیش رو جویا میشه میفهمه که محمد حسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار میزبان وفادار سالهای جوانیش پیگیر آزادی او بوده و نامی به رئیس جمهور وقت آیت الله می نمیسه. شهریار نامی آزادی سایه رو این چونین وقتی سایه رو زندانی کردند فرشته بر عرش الهی گریه کردند این نامه و احترام انقلابیون به اون به ویژه آیت الله که به گفته خودش که از 15 سالگی وقتی شعر علی حمای رحمت شهریار رو از زبان مداحی تو مراسم عزاداری محرم شنیده بوده از طرفدارای شعر و شخصیت شهریار بوده باعث شد که سایه بدون دادگاهی از زندان آزاد بشه ابتهاج دلیل ناراحتی خودش از شهریار رو با این جملات بیان میکنه تو زندان بودم که یه کتابی به ما دادن به اسم شهریار و انقلاب شعرهای این دوره شهریار بود خب من خیلی لجم گرفت خوب هم نساخته بود شعرهاشو ای کاش خوب ساخته بود از زندان که اومدم بیرون هر چی فکر کردم دیدم نمیتونم بهش بگم شهریار جان اصلا شهریار هم نمیتونم بگم از اردیبهشت سال 63 تا اردیبهشت 66 هر بار که خواستم زنگ بزنم به تبریز جولی خودم رو گرفتم یک روز نمیدونم چطور شد که بی اراده زنگ زد واقعا بی اراده رو گرفتم شهریار گوشی رو برداشت گفتم شهریار سلام سایه گفت تو چرا با من حرف نمیزنی به جای اینکه بگه علی که سلام گفت تو چرا با من قهری تو چرا با من حرف نمیزنی گفتم نبودم گرفتار بودم گفت میدونم من هم با تو گرفتار بودم بغض کرد خب منم بخس کرده و سکوت کردم بعد گفت تا بیا ببینم گفتم میام سایه در ادامه میگه چند وقت بعد از این تلفن دکتر شفیعی کتکنی گفت من تا حالا شهریار رو ندیدم منم میام آقای ناصرپور و خلاصه جمعی با تا رفتیم تبریز خونی شهریار چندین سال بود که شهریار رو ندیده بودم وارد حیات خونی شهریار شدیم شهریار یا آدم یه آدم قوس کرده تا شده شده بود و دیدم که این آدم قوس کرده داره تو هوا میده و از این پله میاد پایین من بی اختیار دست دراز کردم که از دور بگیرمش که مبادا با کله بخوره زمین نمیدونید که چطور خودش رو میانداخت جلو یعنی صبر نمیکرد پاش بیاد جلو میدونید چی میگم کندش زودتر از پاش میومد خلاصه اومد پایین پله ها و من رو بغل کرد و بوسید و گریه کرد و رفتیم تو اتاق نشستیم 15 و 16 خرداد سال 1366 دو روز پیش شهریار بودیم سایه در ادامه انگار که قصه های عالم به سرش آواز شده باشه غمگین و کمی عصبانی تو کتاب پیر پرنیانندیش میگه از عجایبه من این همه راه رفتم اما مجال نشد که با هم بشینیم یه درد دلی بکنیم اون بگه چی کار میکنه من بگم فقط یه لحظه با هم خلوت کردیم روز دوم حضار محترم شروع کردن به عکس گرفتن شهریار گفت حالا که میخواید عکس بگیرید من خرقم رو بپوشم منم از این چیزا بدم میاد بعد رفت از این بالا که از پوست گوسفند و تو خیابون فردوسی میفروشند بیاستیم مثل جلیقه یکی از اینا رو به اصطلاح به عنوان فرقه پوشید اصلا تمام تصور من از فرقه از عهد بایزید. تا حاجی خراب شد دیدم عجب چیز مسخره ایه یه پوست گوسفند این شد خرقه بعدا یه کلاه پارچه‌ای مثل شب کلاهایی که تو بال ماسکه ها میذارن یه آبیر چارخونه از پارچه هایی که برای پیژامه به کار میبرن گذاشت رو سرش نشست و اینها هم رفتن باهاش عکس بگیرن من هم تمام مدت کنار نشسته بودم بعدا میومد از این صحنه برام فکاهی بود نمیخواستم تو بال ماسکی شرکت کنم دیدم شهریار داره با یه التماسی منو نگاه میکنه شما اصلا نمیتونید حدس بزنید که چه جوری داشت منو نگاه میکرد به ناچار پا شدم خلاصه یه جای تنگی کنار شهریار باسم جا گذاشته بودن که تو کات جا بشن منم جا نمیشدم آخه به اندازه 7 8 تا شفیه کتکنی جا میخواد تا من با این جستم بشینم خلاصه با یه پا نشستم تا نشستم تو این تایمینای شب اول قبل دیدم شهریار سرش رو گذاشت رو شونه من عکسش هست بعد از عکس همه متفرق و مشغول صحبت شدن شهریار با یه حالت بغض کرده اصلا از وقتی که سرش رو شونم گذاشته بود حالش منقلب شده بود گفت سایه جان چطوری؟ گفتم دو تنها و دو سرگردان دو بیکس هر دو زدیم به گرگه بعد شهریار گفت اگه حافظ رو نداشتیم چه خاکی به سر می کردیم نکته عجیبتر از رابطه پارادوکسوار سایه و شهریار لحظه خداحافظی این دو تو حیات خونی شهریاره که میگه همه با شهریار روسی و خداحافظی کردن و تو حیات شهریار به اعتراض گفت سایه رو جلو بندازید کجا میریم در صورتی که من پا به پا میکردم اینا برن بعد دست انداختیم به گردن همو شیبن کردیم سایه جان شهریار جان دکتر شفیعی و همراهاش همینطور ایستاده و هاج و واج نگاه میکردن اصلا فکر نمیکردن دوتا دیوانه اینطور با هم خدافزی کنند شاید ده بیست شاید هم نیم ساعت نمیدونم چقدر این حالت طول کشید فکر کنم همسایه ها خیال کردن اینجا مرگی اتفاق افتاده که اینطور شیون میکنیم ظاهرا بعد از این خدافزی سایه سرش رو میذاره روی ماشین و یه دل سیر زار میزنه و بعد میگه من میدونم که این آخرین دیدار من با شهریاره و دوباره به گریه میفته و همینطور هم میشه شهری بر سال بعد یعنی سال 1367 شهریار از دنیا میره همون روز خداحافظی هم بعد از رفتن سایه شهریار حال خرابتری داشته و همش میگفته سایه جانم سایه جانم دیگه نمیبینمش سایه تو بیمارستان مرگ شهریار تو ایران نبوده آقای فردی از نزدیکای شهریار که تا لحظه مرگ شهریار در کنارش بوده تعریف میکنه که شهریار در بیمارستان همش میگفت پس سایه کی میاد هر کسی که به بیمارستان مهر عیادت شهریار میرفته شهریار از فردی میخواسته اون غزل سایه رو بخونه بگردید بگردید در این خانه بگردید میگفته غزل و سایه جانم برای من گفته سایه میگه من این غزل رو برای شهریار نساختم ولی از وقتی که این حرف رو شنیدم پیش خودم خیال میکنم که این غزل رو برای شهریار گفتم. 25 سال بعد از اون خداحافظی عجیب سایه اینطور ادامه میده چند وقت پیش صبح آلما همسرم خوابیده بود تلویزیون داشت تصویر شهریار رو نشون میداد آخرین لحظه زندگی شهریار که بعد یک چشمش میره و میره من زدم به گریه اول خاموشانه و بعد متوجه شدم با صدای بلند دارم هق میکنم آلما نگران از خواب پا شده اومد کنار منو گفت چیه چی شده من فقط تونستم با دست نشون بدم که ببین هنوز یه همچین رابطه عاطفی عمیقی با شهریار دارم به نظر شما این خاطراتی که تو این چند دقیقه گذاشته با شما در میون گذاشتیم عجیب نیست واقعا هیچ عقیده و ایدئولوژی ارزش این همه دوری رو داشت در ایران انقلاب شده بود بدون دخالت و تحصیل گذاری شهریار شهریاری که از بچگی تربیتش بر اساس قرآن و دیوان حافظ بود و در تمام مراحل نوجوانی جوانی بزرگسالی و پیری تغییر نکرد و همیشه محافظه کار یک انسان معترض بود همانطور که هر کدوم از ما اعتقادات و انتخاباتی داریم اون هم راه خودش رو انتخاب کرده بود گوش نشینی و انزبا شهریار برای شخصیت های فراوانی شعر سرود از قمر و دختر ترسا و دختر بادفونوش و انیشتین و محمد رضا شاه پهلوی گرفته تا علی همای رحمت و انقلاب و آیت الله خامنی شهریار از وقتی که یک نوجوان بود به تهران اومد تا بازگشتش به تبریز و مرگش یعنی از دوران حکومت رضا محمد رضا شاه و جمهوری اسلامی در فرق به سر می برد و در آخر هم در فرق کامل از دنیا رفت. شهریار اصلا شخصیت سیاسی نبود و بسیار بیریاتر از این حرفا بود که پایبند و ریزخار حکومتی باشه و اگه بود که تو فرق از دنیا نمی رفت. جریان اعتیاد شهریار از دوران جوانیش بوده و اعتیاد پریده جدیدی برای مردم ما نیست. ما صدها ساله که درگیر اعتیادیم و این نمکی که سایه به زخم پینه بسته شهریار میپاشه اون هم در نبودش و بعد از مرگش اخلاقا درست نیست و این در حالی که شهریار در محافل و مجالسی که برای جمعی شعر میخوند باها کنایه های تنزوار به اعتیاد خودش میزنه و اون رو کتوان نمیکنه اگه شهریار اشعاری برای انقلاب سروده و خلاف عقاید سایه بوده خود سایه هم علاقه وافری به حزب توده و سوسیالیسم داشته که این هم میتونه مخالفان بسیاری داشته باشه دوران پهلوی هم منتقدان خودش رو داشته و داره این دلیل نمیشه که اگر کسی مطابق میدمان نبود کلا قیدش رو بزنیم که سایه زد در کتاب پیر پرنیاناندیش بیش از پنجاه صفحه کتاب راجب شهریاره و موقعی تعریف خاطراتش هر چند صفحه یک بار کرده و اشک ریخته اگر از مذهبی بودن و عضلت شهریار و عقاید ریشه ایش ایراد میگیره خودش برای امام حسین شعر سروده رتب خورده منع رتب کند. به این شعر که سایه سروده دقت کنید یا حسین ابن علی خون گرم تو هنوز از زمین میجوشد هر کی باغ گل سرخی هست آب از این چشمه خون مینوشد کربلایی است دلم اگر راجب شاعر حرف میزنیم که اصلیمون شعر باشه اگر راجب ورزشکار ورزشیش اگه نویسنده است کتابهاش اگه خواننده است صدا و تحریرهاش باشه اگر هر کسی رو با اعتقادات و طرفهای سیاسی و مذهبیش بسنجیم به اندازه ای ایران امروز بی قهرمان و بی میشیم که این هم در واقع پله های اولیه زدودن حافظه یک ملت و سرقت بزرگ تاریخش خواهد بود چیزی که ما امروز دچارشیم هر کسی رو با تخصصش بسنجیم و اگه خودمون به شخصی یا خاندانی ارادت داریم بقیه ملزم به اطاعت و پیروی از افکار ما نیستن این ویدیو رو با این جمله ولتر به پایان میرسونیم که میگه مطمئنم که حق با منه ولی حاضرم تا آخرین قطره خونم رو بدم تا تو هم نظرت رو بدی ما رو با لایک کامنت و سابسکرایب کردن حمایت کنید تا با ساخت ویدیوهای جدید در کنار شما باشیم وقت به و امید دیدار.